سلام همراهان کانال سالم باشین. امیدوارم که خوب و شاد باشین. آیا میدونین که بیش از 100,000 نفر در ایران به بیماری کلیه مبتلا هستن و هر سال 15% به تعداد اونها اضافه میشه؟ بسیاری از اونها حتی نمیدونن که بیماری کلیوی یک بیماری جدیه که میتونه بر سیستم ایمنی، قلب و حتی مغز تاثیر بذاره. همچنین منجر به نارسایی کلیه میشه که برای زنده موندن نیاز به دیالیز یا پیوند دارن. کلیه ها نقش مهمی در فیلتر کردن سموم از خون ما، حفظ تعداد مایعات بدن و تنظیم فشار خون دارن. اما آیا میدونید که برخی از عادات روزانه شما که هر روز انجام میدین میتونه بدون این که بدونید به کلیه های شما آسیب برسونه؟ توی این ویدیو ما 10 عادت روزانه رو به شما معرفی میکنیم که میتونه به کلیه های شما آسیب بزنه. با ما همراه باشین تا این عادات روزانه رو بشناسین و از انجام اونها دوری کنید. شماره 1، مصرف بیش از حد داروهای مسکن. بسیاری از افراد برای کاهش درد خود از مسکن‌های بدون تجویز پزشک استفاده می‌کنند. داروها می‌تونه به شدت به کلیه‌های شما آسیب بزنه، به خصوص که اگه بیماری کلیوی دارین یا مسکن‌ها رو زیاد یا در دوزهای بالا مصرف می‌کنید. طبق گفته بنیاد ملی کلیه، مسکن‌ها می‌تونن جریان خون به کلیه را کاهش بده و باعث التهاب در بافت کلیه بشن. مسکن‌هایی مثل استامینوفن، بروفن، همچنین اگر آسپرین رو زیاد مصرف کنین میتونه به کلیه های شما آسیب بزنه. بنابراین برای محافظت از کلیه های خود در برابر مسکن، بهترین کار اینه که تا حد امکان کمتر از اونها استفاده کنین و هرگز از دوز توصیه شده تجاوز نکنین. شماره 2، خوردن نمک بیش از حد. نمک برای بدن شما بسیار مهمه و به حفظ تعادل مایعات و عملکرد اعصاب و ماهیچه ها کمک میکنه. اما مصرف بیش از حد اون میتونه برای شما بسیار مضر باشه. نمک دارای سدیمه که میتونه فشار خون شما رو بالا ببره و کلیه های شما برای خلاص شدن از شر مایعات اضافی و سدیم بدن سخت‌تر کار کنه. فشار خون بالا میتونه به رگهای خونی ریز کلیه ها آسیب برسونه و توانایی اونها رو در فیلتر کردن بدن کاهش بده. در واقع فشار خون یکی از دلایل اصلی آسیب کلیه و نارسایی کلیه است. بنابراین طبق گفته انجمن قلب باید مصرف سدیم خود رو در روز محدود کنید. اگه تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین، لطفاً برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای سلامتی ما رو از دست ندیم. شماره 3، نگه داشتن ادرار. بسیاری از ما به دلیل مشغله زیاد یا عدم رغبت برای استفاده از توالت‌های عمومی دفع ادرار رو به تأخیر میندازیم. بیشتر افراد ادرار خود رو نگه میذارن که ممکنه وقتی ادرار خود رو نادیده بگیرید کلیه خود رو در معرض خطر قرار بدید. وقتی ادرار برای مدت طولانی تر در مثانه شما باقی بمونه میتونه باعث رشد باکتری ها و منجر به عفونت مجاری ادرار بشه. عفونت ادراری میتونه دردناک و آزاردهنده باشه و اگه اونو درمان نکنید میتونه به کلیه های شما سرایت کنه و آسیب جدی به کلیه ها بزنه. برای جلوگیری از عفونت ادرار و محافظت از کلیه های خود، بهترین کار اینه که به بدن خودتون گوش بدین و زمانی که نیاز به دفع ادرار دارین حتما ادرار رو دفع کنید و نباید بیشتر از 2 ساعت ادرار خودتون رو نگه دارید. هر بار که ادرار میکنین سعی کنین مثانه خود رو به طور کامل خالی کنین. شماره 4، عدم خواب کافی. خواب کافی برای سلامتی و تندرستی شما ضروریه. اما آیا میتونستین که خواب بر سلامت کلیه شما نیز اثر میذاره؟ کلیه های شما از یک ریتم شبانه روزی به یک چرخه طبیعی 24 ساعته پیروی میکنن که عملکرد و فعالیت اون را هنگام خواب تنظیم میکنن. اما بر اساس مطالعه‌ای که انجام شد، وقتی به اندازه کافی نمیخوابید ریتم شبانه روزی شما مختل میشه و کلیه های شما نمیتونن کار خودشون رو به درستی انجام بدن. افرادی که کمتر از 5 ساعت در شب میخوابن 65% بیشتر از کسانی که 7 تا 8 ساعت در شب میخوابن در معرض خطر ابتلا به بیماری های کلیوی هستن. خواب کم و زیاد میتونه مضر باشه. مقدار توزیع شده خواب برای بزرگسالان 7 تا 9 ساعت خواب شبانه هست. شماره 5، خوردن بیش از حد پروتئین حیوانی. گوشت یک ماده مغذی بسیار خوب برای بدن شماست.
اما مصرف پروتئین حیوانی بیش از حد میتونه برای کلیه شما مضر باشه. پروتئین حیوانی مقدار زیادی اسید در خون تولید میکنه که میتونه به کلیه های شما آسیب برسونه و باعث اسیدوز بشه. اسیدوز وضعیتیه که کلیه ها نمیتونن سریع از شر اسید موجود در کلیه خلاص بشن و باعث بیماری سنگ کلیه، از دست دادن استخوان، تحلیل عضلات و بیماری مزمن کلیوی میشن. یک فرد متوسط با وزن 70 کیلوگرم به حدود 56 گرم پروتئین در روز نیاز داره. اما این مقدار ممکنه بسته به وضعیت سلامتی، سطح فعالیت و سن شما تغییر کنه. برای متعادل نگه داشتن پروتئین مصرفی خود، سعی کنید در رژیم غذای خود از منابع گیاهی پروتئینی مثل لوبیا، عدس، آجیل و غلات استفاده کنید. این غذاها نه تنها سرشار از پروتئین هستند، بلکه اسید کم و فیبر بالایی نیز دارند. شماره 6، ننوشیدن آب کافی. آب کلیه های شما کمک میکنه تا سموم و مواد زائد بدن رو دفع کنید. آب کافی برای جلوگیری از مشکلات کلیوی و حفظ عملکرد خوب اونها ضروریه. مقدار مورد نیاز شما به آب به عوامل زیادی مثل سن شما، سطح فعالیت، آب و هوا و شرایط سلامتی شما بستگی داره. یک قانون کلی اینه که حداقل 1.5 تا 2 لیتر آب در روز بنوشید. با این حال ممکنه بسته به نیازهای فردی خود بیشتر و یا کمتر نیاز داشته باشین که در طول روز آب بنوشید. سعی کنید برای رفع تشنگی از نوشیدنی هایی که دارای کافئین، الکل یا قند هستن دوری کنید، چون میتونن شما رو کم آب کنن و به کلیه های شما آسیب برسونن. شماره 7، مصرف بیش از اندازه شکر. شکری که از عوامل اصلی چاقیه و احتمال ابتلا به فشار خون بالا و دیابت رو افزایش میده. فشار خون بالا و دیابت دو مورد از مهمترین عوامل آسیب به کلیه هستند. بنابراین موقع خرید خوراکی‌های آماده حتما مواد اولیه اونها رو بررسی کنید و شکر بیش از اندازه رو از رژیم غذایی خودتون حذف کنید. شماره 8، خوردن غذاهای فراوری شده. غذاهای فراوری شده سرشار از سدیم و فسفر هستند. بسیاری از افراد که بیماری‌های کلیوی دچار هستند، باید میزان فسفر و سدیم در رژیم غذایی خودشون رو کنترل کنند. برخی از تحقیقات نشون داده که مصرف زیاد فسفر حاصل از غذاهای فراوری شده در افرادی که مشکلات کلیوی ندارن، باز هم میتونه برای کلیه ها و استخوان‌های این افراد مضر باشه. سعی کنید رژیم غذایی و عادت‌های غذایی سالم رو جایگزین عادت‌های نادرست کنید و با مصرف بیشتر سبزیجات، میوه‌ها، حبوبات و غلات کلیه‌های خود را حفظ کنید. شماره 9، سیگار کشیدن. سیگار یکی از بدترین عاداتیه که میتونه به سلامتی شما آسیب بزنه، به ویژه به کلیه‌ها. سیگار کشیدن به رگ‌های خونی شما آسیب میرسونه و جریان خون را به کلیه‌های شما کاهش میده و این میتونه توانای اونها رو برای عملکرد صحیح و فیلتر کردن مواد زائد مختل کنه. سیگار کشیدن سموم رو در بدن افزایش میده که خطر ابتلا به سرطان کلیه رو بالا میبره. یکی از شایع‌ترین انواع سرطانه. طبق مطالعه منتشر شده، سیگاری ها 60% بیشتر از افراد غیر سیگاری در معرض خطر ابتلا به نارسایی کلیه هستند. مهمترین چیز در اینجا اینه که در اسرع وقت سیگار رو ترک کنید که ترک سیگار نه تنها برای کلیه های شما مفیده، بلکه برای ریه ها و قلب شما نیز مفیده. شماره 10، مصرف الکل. الکل باعث دفع بیشتر ادرار میشه که این میتونه باعث کم آبی بدن شما بشه و باعث بشه کلیه های شما برای حفظ تعادل مایعات بدن سخت‌تر کار کنن. الکل همچنین بر کبد تاثیر میذاره که مادی به نام اوره را تولید میکنه که در صورت نوشیدن بیش از حد الکل توسط کلیه ها فیلتر میشه. بنابراین مصرف الکل خود را محدود کنید. با ترک این 10 عادت میتونید سلامت کلیه خودتون رو بهبود ببخشین و از پیشرفت بیماری کلیوی جلوگیری کنید یا اون رو به تعویق بندازین. بیاد داشته باشین که همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. در انتها توجه داشته باشین که مطالبی که در این کانال ارائه میشه جنبه آموزشی و اطلاع رسانی رو داره و نباید جای خدمات پزشکی تخصصی رو بگیره. از اینکه تا پایان این ویدیو همراه ما بودین بسیار سپاسگزاریم. با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید.